همیشه آرومینه. نگفتمت مرا آنجا که آشنات منم، در این سرای فنا چشمه حیات منم. وگر به قهر روی صد هزار بارز من، به عاقبت به من آیی که انتهات منم. انتهای ما ایرانه، پرچم شیر و خورشیده، فرهنگ و ملت ایران. در 15 خرداد ارتجاع سیاه با همدستی دائمی توده‌ای‌های بیوطن کاری در تهران کردند که ننگ آن پاک نخواهد شد. یکی دو هفته است میبینیم و میشنویم عده‌ای مثل مارهای افسرده در حرکت هستند و چون اینها در کثافت خودشان غوطه‌ور هستند، باید گفت مثل شپش‌های افسرده‌ای هستند که کم کم اشعه آفتاب با آنها میخورد. مثل اینکه بدبخت‌ها فکر میکنند موقع خزیدن در کثافت خودشان دو مرتبه رسیده است. این عناصر فرومایه با همفکران ارتجای خود اگر از خواب غفلت بیدار نشوند، ساقه‌ای چون مشت عدالت بر سر آنها در هر لباسی که باشند فرو کوفته خواهد شد که شاید به این زندگی ننگین و کثافتشان خاتمه داده شود. در راه جلوگیری از اصلاحات ایران مسلماً ارتجاع سیاه و قوای مخرب سرخ از پای نخواهند نشست و تمام سعی خود را به کار خواهند برد که مانع این اصلاحات بشوند. البته هر کدام به یک عللی. ارتجاع سیاه اصلا نمی فهمد، زیرا از 1000 پیش یا پیشتر فکرش تکان نخورده و در جاهای دیگر هم شاید به همین طریق باشد. شاید بیشتر اینان فکر می کنند که زندگی فقط این است که از یک جایی ولا به ظلم باشد، به زور باشد، به بتالت باشد، به بیکاری باشد، یک چیزی به او برسد و او یک غذایی بخورد و شب سر به بالین بگذارد
و فردا دو مرتبه همین زندگی تکرار بشود. حالا مگر او متوجه است که جامعه امروز مقرراتی دارد، تمدن امروز شرایطی دارد که مهمترین آنها عدالت است، رفع ظلم است، تساوی حقوق است، موضوع کار کردن است، زحمت کشیدن است. امروز در دنیا مفتخوری از بین رفته، ولی برای او چه فرقی می کند؟ به او یک چیزی برسد ولا سایرین همه از فلاکت، بدبختی و گرسنگی بمیرند، این به حال او فرقی نمی کند. ولی هیچ مقرراتی برخلاف طبیعت، برخلاف انسانیت، برخلاف تمدن قابل دوام نیست. این مقررات اگر از مقررات سایر ملل جلوتر نباشد عقبتر نیست. اما چه کسانی با این برنامه مخالفت می کنند؟ ارتجاع سیاه از افراد نفهمی که درک ندارند و بدنیت هستند حمایت می کنند. مخربین سرخ تصمیمشان روشن است و اتفاقا کینه من نسبت به آنها کمتر می باشد. ارتجاع سیاه در این 22 سال سلطنت من چه کردند؟ در واقع آذربایجان کجا بودند؟ همین ها بودند چند روز پیش در تهران جمعیت کوچک ولی مسک از مشتی بازاری ریشو راه انداخته که سر و صدا بکنند. اینها نمیخواهند مملکت آباد بشود. اینها به منافع خود فکر میکنند. از اول قصد برکناری شاه و پایین کشیدن رژیم سلطنتی رو داشتید یا نه؟ مثلا اول قصد روحانیت و امام نصیحت شاه بود و بعد رسید به این که نباید شاه برود. اصلا من قصدم از اول نابودی شاه بود، چون این مرد ناجور و آمد بخون گفت دوره مفخری گذاشته است، 1000 سال از فکر اینا تکان نخورده. دوره مفخری گذاشته است، 1000 سال از فکر اینا تکان نخورده. Was that the biggest risk you took to go to GUM and to say that you would abhor the black reaction? Well, first of all, I'm probably more religious than those people myself. This is the story of my life. I'm mystical, I'm religious, but I believe the true religion, the religion of God, the religion of our prophet, and not what has been added to it by those who want to make it a job, a profiteering job for themselves. No, I was not afraid at all. Who do you think has had more power on the lives, more effect on the lives of the people in this country, the religion or the monarchy? Well, the religion on the life of the people, I don't know. On the souls, maybe. But then again, the Persian is an intelligent man. He could easily see where religion stops and politics starts. If the government today was run by the mullahs and the... They would take us back 1500 years. درود دوستان عزیز، درود. من در اینجا بخشی از یک گزارشی رو در روز 12 فروردین که روز رفراندوم جمهوری اسلامی بود براتون پخش میکنم که بسیار دیدنیه، بسیار شنیدنیه و واقعا کمتر دیده شده. دو تا مسئله رو بگم. یکی این که کیفیت صدا از این بهتر نمیتونست بشه. خیلی سعی کردم این بهترین حالت کیفیت صداست که خدمتون ارائه میشه. یکی دیگه هم این که از کانال یوتیوبی که خدمتون مینویسم این برنامه رو برداشتم و ازش دارم استفاده میکنم. در این کانال یوتیوب آرشیو تصویری بسیار بسیار غنی از تاریخ معاصر ایران وجود داره، از تاریخ دوران پهلوی دوم شاهنشاه آریامهر. پیشنهاد میکنم اگر مایل بودید، اگر علاقمند به مباحث تاریخی هستید، این کانال یوتیوب رو حتما دنبال بفرمایید.
بریم ببینیم با همین گزارش فوق‌العاده جذاب رو، و بعد از اون من یک توضیحاتی رو که در یک برنامه پیشتر داده بودم در ادامهش خدمت شما عزیزان پخش خواهم کرد. محیط انقلاب ایران، من هم اکنون در محوطه هتل آریا شرایتون هستم، در محل زدن آرا با شما صحبت میکنم. اینجا مصاحبه داریم با چند نفر از آقایونی که آرای خودشون به صندوقهاشون ریختن و مراجعت میکنن از هتل. ممکنه بپرسم که رأیتون چی بوده؟ نه. ممکنه دلیل چی بگیم؟ خب هر کسی یه دلیل داره، منم دلیل شخصی خودمو دارم که الان نمیتونم بگم چیه. والا من نمیدونم اصلا جمهوری اسلامی چی هستش. اگه توضیح میدادن درباره جمهوری اسلامی همونطور که هست، بعد میتونستم تصمیمم بهتر بگم یا بندازم توی این صندوق آراشون. اگه قبلا مثلا این کتاب قانون اساسی رو چاپ میکردم و پخش میکردم بین مردم که مردم بدونن قاعده به چی هستش، آدم راحت‌تر میتونست بده. ولی الان که من نمیدونم، ترجیح میدم نه و بگم. شما اقلیت؟ بله. شما خانم رئیسون چی؟ برای من اسلامی. جمهوری اسلامی رئیس اسلامی. ممکنه بگین که چرا شما به جمهوری اسلامی رئیس؟ برای اینکه ما ایران هستیم، ایران زندگی میکنیم، میخوام بچه‌ام خود اینجا خوشبخت باشه و آزاد باشه. شما رأی دیدین؟ آره، به جمهوری اسلامی. ممکنه سوال بکنم که چرا به جمهوری اسلامی رأی دیدین؟ میدونین چرا؟ اگر افرادی واقعا مذهب اسلام رو درک بکنن و خوب استنباط بکنن، همه چی درش هست. استقلال، آزادی، دموکراسی، همه چی درش هست. من 22 سال خارج از مملکت بودم. حالا اینقدر حس نمی‌کردم این مملکت الان مال خودمه. حالا مال من نبود. من خیلی متشکرم. شما به چی رأی دادید؟ من به جمهوری اسلامی رأی ندادم. چی بوده رأی؟ والا منفی بوده دیگه دست و رفت. ممکنه علت چی بگید؟ برای اینکه فکر میکنم اینا که حرفایی که میزنن در واقع سبزه، بعدش هم جمهوری که به وجود میارن همونه که خودشون دلشون میخواد. چون این در صورت دست. به هر حال شما نه رو به چه عنوان؟ خب برای اینکه اگر واقعا 100% اون، من بیشتر به خاطر زنان جمهوری نه دادم. برای اینکه وضع مملکت اینه، اینا اومدن میگن مثلا حجاب با حجاب باشین، میدونی؟ با اینکه اگر بخوان حجاب باشه در درجه صدوم و هزارومه. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی یه مقدارش از طرف امریکا باشه. میخوان ممالک رو جمهوری اسلامی بکنن که لااقل تا 25 سال دیگه لااقل کمونیست دستشون کوتاه بشه. خیلی متشکرم شما. من رأی مثبت دارم. به چی؟ به جمهوری اسلامی. ممکن ازتون سوال بکنم که میدونین که چرا به جمهوری اسلامی رأی دادید؟ من به جمهوری اسلامی رأی دادم برای اینکه این همه ما زجر و ناراحتی کشیدیم، این همه ما کشته دادیم، شهید دادیم، و من وظیفه خودم اینم، یک مسلمان هستم، به جمهوری اسلامی رأی دادم. و اینو یعنی اینطور که گفتم، و من مطمئنم که حجاب و این چیز زردین رو نباشه. اونم قسمتی از جمهوری اسلامی، اونم زن و بعد با حجاب باشن قسمتی از جمهوری اسلامی، و حتما هم این کارو میکنم. مسلمانی سر جاش، ولی یه مقداری فرق میکنه. یعنی هر کی اگه آزاد باشه، آزادی به خاطر آزادی باشه، نباید حجاب. هنوز مملکت خرابه، وضعش درست نشده، اومدن میگن زن و بعد با حجاب. البته من آری دادم یه چیز قطعی، من فکر میکنم اکثریت ملت ایران رأی آری داده باشن. این یه چیز طبیعی، همه با انقلاب و همه با جمهوری موافقیم. حالا جمهوری اسلامی رو فعلا باش موافقت بکنیم تا بعد ببینیم با چه نوع جمهوری توافق با هم خواهیم کرد. شما میدونین که چرا اصولا چرا به جمهوری اسلامی رأی دادین؟ خودتون میدونین. 100% میدونن. برای اینکه ما میخواییم فعلا اون وضعیت که سابق بوده 100% عوض بشه. بعد از اینکه اون عوض شد، ما بتونیم برای خودمون تصمیم بگیریم که در مملکتمون میخوان چی کار بکنیم. رأی دیدید قربون؟ ممکنه بپرسم که به چی رأی دیدید؟ مسلمه به آری رأی دادم من. ممکنه خواهش کنم که بگید چرا به جمهوری اسلامی رأی دادید؟ شما خودتون میدونید چرا؟ حالا خب مسلمه این همه ما در مدت‌ها دربارش فکر کرده بودیم که اومدیم رأی دادیم. و من حقیقتا خب ایمان دارم و عقیده دارم به این. اون اصلا اومدم رأی دادم من. خیلی متشکرم. شما رأی دادید؟ بله بله. ممکنه صدا بکنم بگیم که به چی رأی دادید؟ من به جمهوری اسلامی رأی دادم و مثبت دادم. این آره.
خیلی متشکرم. بینندگان عزیزمند سیمای انقلاب ایران، من اکنون در منطقه ونک دانشکده دختران متحد با شما صحبت می کنم. گزارش کوتاهی داریم از چگونگی گرفتن رأی در این محل. چی رأی دادید؟ به چیز انقلاب اسلامی، به جمهوری انقلابی انقلاب اسلامی. ممکنه بگین که میدونین که چرا رأی دادین به اسلامی؟ برای اینی که خب دین اسلام یه دینی است که در دنیا بهترین دینه و قانونش هم قرآنش هم قانونش از همه دینها از همه چیزها بهتره. از این لحاظ به جمهوری اسلامی که به رهبری آقای خمینی چیز شده این که رأی دادم. اینها شما قربون دارین رأی میدین؟ بله قربون، رأی هم جمهوری اسلامی. شما میدونین که چرا به جمهوری اسلامی؟ بله، برای اینکه دین ما اسلام و ما هم پیرو اسلام هست. بله قربون شما، جمهوری اسلام، شما میدونین که چرا به جمهوری اسلامی رأی میدین؟ میگه همش واسه مملکت ها دیگه. نه، میدونین که چرا رأی میدین به جمهوری اسلام؟ برای دین اسلام هست دیگه. خیلی متشکرم. شما رأی تون چیه؟ جمهوری اسلامی. شما میدونین که چرا به جمهوری اسلامی رأی میدین؟ بخاطر اینکه آقای خمینی دوست دارم و اعتقاد دارم به جمهوری اسلامی. شما رأی دیدین قربون؟ بله. ممکنه بپرسم به چی رأی دیدین؟ به جمهوری اسلامی. شما میدونین که چرا به جمهوری اسلامی رأی دیدین؟ بله، بخاطر اینکه جمهوری اسلامی دین، یعنی دین اسلام دینی است که قرآن و یعنی ما از قرآن و دین اسلام پیروی ما مسلمان ها برای خاطر دین اسلام و برای آزادی تمام ملت ایران به آقای خمینی رأی بدیم و برای آسایش ملت ایران و تمام کشورهای خارج بدونن که این رفراندوم برای این است که ما تأمین نشده به هر کسی، برای آزادی و برای ملت ایران و برای نسل آینده ما و برای دانشجویان و برای روحانیات ما که همیشه در ناراحتی به سر می بردن. از روزی که جناب آقای خمینی تشریف آوردن و این کسی دو ساله که این فعالیت ما کردیم، کشته دادیم، مخصوصا همین اجتماعات ونک و شمرانات که خیلی فعالیت داشتن و تا به حال همینطور هر شب در این مملکت در ونک و در شمرانات کمک به جامعه اسلام بکنن. ممکنه بپرسم رأی تون؟ به جمهوری اسلامی. شما میدونید که چرا به جمهوری اسلامی رأی دید؟ والا اسلام رو به اون صورت تا به حال نتونستم مطالعه کنم، ولی اینقدر معلوماتی که دارم میدونم که اسلام جامع ترین دین میتونه برای همه بشر باشه، نه فقط ایران. اگر حالا متوجه نشن افراد جهان به طور کل، خواه نخواه روزی میرسه با بودن امام زمان برای همه ثابت میشه که این دین چقدر مترقیه و جهان به جمهوری اسلامی. میدونی که چرا رأی میدی به جمهوری؟ بله، برای اینکه مسلمونم، ایمان دارم دیگه، حسی ندارم دیگه. خیلی متشکرم. ببخشید شما رأی دادین خانم؟ نه. ممکنه بپرسم چرا رأی ندادین؟ برای اینکه من اولا که قانون اساسی جمهوری اسلامی به اون صورت نخونده بودم، اطلاعی نداشتم. مثل 90% اشخاصی که رأی به جمهوری اسلامی دادن ولی از قانون اساسیش خبری ندارن، یعنی اطلاعی ندارن. همونطور که من تو گزارش حتی دیروز که تو تلویزیون بود دیدم، حتی از کسی که به جمهوری اسلامی رأی داده بودن نوشتن که شما در مورد این حکومت اطلاعی دارین یا به اصطلاح مطالعه کردین یا نه، گفتن نه ما هنوز تصمیم داریم در آینده بریم دربارش مطالعه کنیم. فکر نمی کنم صحیح باشه. بله خیلی متشکرم. بینندگان عزیزم، ما انقلاب ایران گزارشی داریم از کرج و دیگر. رأی شما چیه؟ رأی حکومت اسلامی. شما میدونید چرا به حکومت اسلامی رأی میدید؟ بله، برای اینکه هر چی ما بخوایم توی جمهوری اسلامی و دین ما اسلامیه برای اون. من اومدم رأی حکومت اسلامی بدم چون که اصلا مملکت ما اسلامیه. بله، بندم به جمهوری اسلامی رأی. بله، بندم به جمهوری اسلامی رأی میدم چون کسی مطالعه داشته باشه در جمهوری اسلامی، تنها حکومت اسلامیه که میتونه تمام دنیا رو بتونه در زیر بار خودش نگه داره. چون امام به جمهوری اسلامی رأی میدم. چون یاور مجسل خانه. تنها میتونه تمام جهان رو. من به خاطر اینکه سرنوشت ملت هم سرنوشت ایران هم بستگی به این رأی داره اومدم به جمهوری اسلامی رأی. من رأی نمیدم. من رأی نمیدم چون من فکر میکنم اون اسلامی که اسلام دکتر علی شریعتی باشه اینا نتونن پیادهش بکنه.
و من روی اون عکس تا زمانی که مجلس مؤسسانشون تشکیل نشه و از اون ایده‌هایی که خودم دارم، ایدئولوژی که خودم دارم و با ایدئولوژی که دکتر علی شریعتی داشته، ببینم آیا اینا با هم دیگه یکی باشن، اون موقع بهشون رأی خواهم داد. شما رأی تو منفی میدم. شما الان رأی چی دارید؟ منفی میدم. من رأی جمهوری اسلامی. رأی به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی. شما میدونی که چرا به جمهوری اسلامی رأی دادید؟ خب من فکر میکنم که یعنی اون چی؟ یعنی قبلا هیچ موقع امنیت نمیتونستم داشته باشم، ولی واقعا تو جمهوری اسلام امنیت کامل هستش. یعنی من از نظر خودم دارم فکر میکنم و نه از نظر کسان دیگه. شما میدونید چرا رأی میدین؟ نه. ببخشید خانم، میخواستم سوال بکنم، شما اینجا همکاری میکنین به چه منظور هست؟ اصلا میخوام، من مدت وقتی که حتی یک سال از زندگیم آواره بودم، 18 سال مخفیانه خدمت به اسلام میکردم، امروز حتی به تیمون تبرک امروز روزه گرفتم که بزرگترین ایدیست که جانانه خدمت کنم به اسلام، یکی از مبلغین اسلام هست. خیلی متشکرم. ممکنه بفرمایید که شما میدونین که برای چی رأی دادید؟ مشخص حکومت قرآن آقا، این دست بیعت دادن به امام زمان است، غیر از این چیزی نیست. برای همه مشخصه یک عده اگر خودشون رو به نادانی میذارن، یک نوع کارشکنی است که از جاهای دیگه آب میخوره. این مثلا زمان در پاریس، دکتر سنجابی طی مصاحبه‌ای با خبرنگار بی بی سی از روحانیت تجلیل کرد و گفت که میان نظرات جبهه ملی و آیت الله خمینی تفاوت چندانی نیست. ما با نظریات آیت الله خمینی که در واقع منعکس کننده آمال و آرزوهای ملت ایران هست کاملا موافق هستیم. آیت الله خمینی شخصیتی که شاید صدها سال لازم باشد تا یک مردی به عظمت و بزرگی ایشون در یک جامعه ظاهر بشه و من به عنوان نماینده یک جبهه از ملت ایران کمال تأسف و تعلم را دارم که قدر این شخص بزرگوار را اونچنان که باید نشناختم. پس از آن نخستین آزمایش مهمی که در پیش بود، رفراندوم جمهوری اسلامی بود که در تاریخ 12 فروردین 1958 برگزار شد. ما ضمن انتقاد به شکل برگزاری این رفراندوم و نحوه طرح سوال با تعیین و ارائه محتوای جمهوری اسلامی از نظر خودمان و با مشخص کردن برنامه مرحله‌ای و انتظارات حداقلی که برای جمهوری اسلامی قائل بودیم، بدان رأی مثبت دادیم. مسئله رفراندوم از این نظر برای من قابل قبول است که یک دوره ای را در تاریخ ایران به پایان میرسانه از لحاظ حقوقی، یعنی رژیم سلطنت را از لحاظ حقوقی به خاک می‌سپاره. بنابراین یک دوره از تاریخ ایران با این رفراندوم به صورت حقوقی و قانونی طی میشه، تمام میشه. If the government today was run by the mullahs and the they would take us back 1500 years. ببینید، من یه مسئله کوتاهی هم در مورد دوران پهلوی دوم خدمت شما عرض کنم. شنیدیم خیلی جاها و خیلی هم شاید اعتقاد داشته باشید، حتی خود شما خیلی هاتون اعتقاد داشته باشید که محمد رضا شاه پهلوی دست آخوندها رو خیلی باز گذاشت. من میخوام این مسئله رو خدمت شما بگم و فقط ازتون میخوام که با این زاویه دید حتما به ماجرا نگاه کنید و بعد خودتون هر قضاوتی که دارید انجام بدید. در دوران رضا شاه بزرگ ما قضیه‌ای تحت عنوان جنگ سرد در دنیا نداشتیم. مهمترین مسئله سیاسی در تمام جهان، در تمام دوران حکومت شاهنشاه مهر، بحث جنگ سرد و تقابل دو بلوک سوسیالیست و کمونیست با کاپیتالیسم و دو بلوک شرق و غرب، مهمترین مسئله دنیا بود.
که تمام رفتارهای سیاسی رهبران مختلف رو در جهان شما باید با دانستن و در نظر گرفتن چنین مسئله و چنین محیطی بسنجید و در موردش قضاوت کنید. کمونیست ها از آمریکای جنوبی تا اروپای شرقی، از اون ور تا آسیای شرقی رو تفکرشون فتح کرده بود و حالت شهوت گسترش هم داشتن. اصلا ما این قضیه مشکلی نداشتن که برن کشورهای مختلف رو یکی پس از دیگری فتح کنن، که اصلا سرمایه گذاری کرده بودن روی مسئله. انواع احزاب چپ رو در دنیا به وجود آورده بودن برای همچین داستانی. این کشوری که چنین، این تفکری که چنین حالت جهان گشایی داشت، مادر اصلیش اتحاد جماهیر شوروی بزرگترین مرزها رو با کشور ایران داشته، یعنی مرز خیلی بزرگی با ایران داشته. حتی در کشورهایی که مرز مشترک نداشتند با شوروی، ما شاهد این هستیم که مثلا در آمریکای جنوبی، مثلا در شیلی، مثلا در اروپا، در اروپای غربی، در به خصوص جنوب اروپای غربی یا در کشورهای مختلف، ما شاهد این بودیم که یک حرکتی شکل میگیره برای مقابله با نفوذ کمونیست که بها میدند به کلیسا، بها میدند به مذهب، برای اینکه بتونن جلوی گسترش تفکر کمونیستی رو بگیرن. حتی در خود آمریکا شما برید ببینید که این قضیه این گاد وی تراست کی اومده روی دلار، چقدر در خود آمریکا بحث‌های مذهبی رو بهش بها دادن در اون زمان، چقدر روی این قضیه سرمایه گذاری کردن و چقدر اهمیت دادن برای مقابله با جهان سوسیالیسم. In God we trust. You can find this phrase on American currency, and if certain state legislatures get their way, on public school buildings everywhere. Where did this phrase come from, and why did it suddenly become the country's motto when we got along fine for almost 200 years without one? The answer lies, in part, with communism. To understand communism, its basic godless philosophy. And Karl Marx said that the problem of the world is social, but Jesus said you're wrong. واقعا یکی از برگ‌های اصلی و مهم در جامعه های مختلف، به خصوص جوامعی که به شدت در خطر بلعیده شدن توسط کمونیستا بودن، استفاده از ابزار مذهب بود. من اعتقاد ندارم که محمد رضا شاه پهلوی فردی بود که مذهب اعتقاد نداشت، نه، ایمان قلبی داشت، ولی این قضیه خیلی مهمه. این قضیه واقعا مسئله‌ایه که باید بهش توجه کنید. یه مثال بهتون بزنم. مثلا شاید شنیده باشید چیزی در مورد کودتای افسران نظامی حزب توده در ارتش شاهنشاهی که یک شاخه نظامی تشکیل داده بودن و قصد کودتا داشتن و از اون طرف در شوروی هم در زمان خروشچف آماده بودند که بیان و بعد از این کودتا ایران رو ببلند. همه اینا رو قبلا در برنامه کامل توضیح دادم با اسناد و اینها. اما چه کسی اون کودتا رو لو داد؟ چند افسر نمازخون ارتش. نمیخوا اینا میترسیدند از غلبه لامذهب‌ها در جامعه، غیر از حالا بحث‌های ملی و اینها. این واقعیته. ماجرای 28 مرداد هیچ چیزی به اندازه حرکت روزافزون حزب توده، توده های مردم رو، اون حزب توده است منظورم، توده های مردم رو، مردم عادی کوچه بازار رو خشمگین نکرد بر ضد مصدق.
یعنی اون واقعا خطر حزب توده رو اینا کاملا درک کردند، مردم این احساس رو داشتن دیگه، یعنی متنفر بودن از بی خداهای کمونیست. و شاه میدونست این یک ابزاری هست براش که باید ازش استفاده کنه. در سال 42 ببینید، به مرور زمان اینطوری هم نبود که هیچ برخوردی نخواد با فناتیکای مذهبی بکنه. در سال 42 که من در بخش دوم مستند انقلاب شاه و ملت، انقلاب سفید شاه و ملت کامل بهش خواهم پرداخت، سرکوب محکمی کرد. ولی در کل یه مسئله هم یه مقدار جالبه دیگه، ما 20 ساله در جامعه هم، واقعا 20 ساله، حدود 20 ساله میشه گفت که جامعه همون به یه سری مسائل رسیده در سطح گسترده، و تا پیش از این قضیه، حتی همین 20 سال پیش، جامعه میگفتش که محمد رضا شاه پهلوی ضد اسلام بوده. این یکی از انگهای محمد رضا شاه پهلوی که خیلی ها بهش میزدن، حالا انوز هم الان عده کمتری میزنن، این هست که آقا این ضد اسلام بود در جامعه اسلامی، نمیدونم اون وضع سینما بود، اون وضع مشروب فروشی ها بود، اون وضع فلان بود، در فلان جاها جلوی گسترش اسلام رو میگرفت. او اصلا محمد رضا شاه پهلوی یکی از بزرگترین انگهایی که تا موقعی که زنده بود بحث اسلام ستیزی بهش میزدند ملت غیور ایران. حالا تو این 20 سال اخیر فرزندان اون ملت دارن میگن آقا این چه وضعی بود، چقدر به اسلام بها داد و این صحبت ها. و البته افرادی که این مسائل رو مطرح میکنند نه تنها اشاره‌ای نمیکنند به اون زحمتی که کشیده شده بود برای گسترش فرهنگ ناسیونالیسم اصیل ایرانی، جشن های 2500 ساله شاهنشاهی، بازگرداندن تاریخ به تاریخ شاهنشاهی و و و غیره، نه تنها به اینها اشاره نمی کنند، بلکه در مقابل برخی مسائل سکوت می کنند. به عنوان مثال، یا نمی دانند یا به نفعشون نیست بگویند که در همون حکومت پادشاهی شاهنشاه آریامهر کسی مثل پروفسور شجاع‌الدین شفا که امروز دیگه برای همه مشخصه که ایشون چه عقایدی درباره اسلام داشتند، کتاب پس از 1400 سال که بسیار کتاب مهمی است رو کسانی که خوندن میدونن، و سایر آثار ایشون رو، یا نمیدانند که ایشون در همون حکومت پادشاهی معاون فرهنگی دربار شاهنشاهی، سفیر بین المللی ایران در امور فرهنگی، رئیس کتابخانه ملی پهلوی، دبیر کل شورای فرهنگی سلطنتی و دبیر کل انجمن بین المللی ایران شناسان بودند ایشون با اون عقاید، یا به نفعشون نیست که بگویند در زمان شاهنشاه آریامهر چطور مملکت رو افراد با عقاید مختلف در کنار هم پیش می بردند، از پروفسور شجاع‌الدین شفا با این عقاید تا پزشک مخصوص خود پادشاه دکتر عیادی بهایی، تا خواهر خود پادشاه شادروان شمس پهلوی که مسیحی شده بود، تا امثال دکتر فرهنگ مهر زرتشتی، همگی با هم در کنار پادشاه و در کنار سایر ایرانیان مملکت رو به سمت آبادی و پیشرفت پیش می بردند. اینها رو خیلی ها نمی گویند چون قصدشان تنها پهلوی ستیزی است. پاینده ایران برقرار با درفش سرنگ شیر و خورشید نشان، جاوید شاه. بدرود تا بعد.